سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم دومین روز مذاکرات هسته‌ای سه‌جانبه ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا در مسقط پایتخت عمان پشت درهای بسته آغاز شد. با ما رئیس جمهوری آمریکا میگوید همچنان فاصله زیادی میان مواضع ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه CBS گفته است اولویت اول آمریکا در قبال ایران این است که مطمئن شود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت با این حال وی تاکید کرده همچنان فاصله زیادی وجود دارد و شاید ما نتوانیم به آنجا برسیم رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اقدامات واشنگتن از جمله بسیج جامعه بین المللی و گسترش تحریمها علیه جمهوری اسلامی گفته است که این روی کرده آمریکا باعث شد تا با افزایش فشارها بر اقتصاد ایران مقامات این کشور پس از سالها بپذیرند که به طور جدی در این خصوص مذاکره کنند. باراک اوباما در ادامه با اشاره به توافق ژنو و اینکه ایران برخی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرده گفته است پرسش این است که آیا ما قادر خواهیم بود تا این آخرین فاصله را از میان برداریم تا آنها بتوانند بار دیگر به جامعه جهانی بپیوندند و تحریم ها به آهستگی برداشته شود؟ و ما اطمینان های محکمی در خصوص اینکه آنها نخواهند توانست سلاح هستهای تولید کنند به دست بیاوریم باراک اوباما در پاسخ به پرسش مجری شبکه CBS در خصوص نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی گفت ترجیح همین است که در خصوص ارتباطاتم با رهبران کشورهای مختلف دنیا صحبت نکنم. من از کانال های مختلف و زیادی جهت برقراری ارتباط با رهبران این کشورها استفاده می کنم. هفته گذشته وال جورنال گزارش داده بود رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به علی خامنه‌ای با اشاره به منافع مشترک ایران و آمریکا موضوعاتی را خصوص حملات هوایی ایالات متحده علیه گروه داعش مطرح کرده است با این حال باراک اوباما با تاکید بر اینکه گروه حکومت اسلامی دشمن مشترک آمریکا و ایران است گفته است مذاکرات هسته‌ای ارتباطی با مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی ندارد. پیشتر جانکری گفته بود هیچ ارتباطی میان گفتگوهای هسته‌ای و مسائل دیگر وجود ندارد. من می‌خواهم اینها را روشن کنم مذاکرات اتمی راه خود را می‌رود. در حالی باراک اوباما به وجود فاصله زیاد در خصوص مواضع ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور از آن کرده است که مذاکرات سه جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جان کری وزیر امور خارجه ای آمریکا و کاترین اشتون هماهنگ کننده کشورهای پنج به علاوه یک برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای روز یک شنبه 18 آبان در مسقط پایتخت عمان آغاز و روز نخست آن به پایان رسید در دور نخست این مذاکرات که در هتل بوستان در مسقط برگزار شد موضوعهای اختلافی مانند رفع تحریم ها و همچنین ظرفیت غنیسازی ایران مورد بحث قرار گرفته شد این مذاکرات قرار است امروز دوشنبه نیز ادامه یابد و پس از این مذاکرات کارشناسی نیز برگزار خواهد شد وزیر امور خارجه عمان پس از پایان مذاکرات روز گذشته اعلام کرد که در مذاکرات هسته میان ایران و گروه پنج به علاوه یک پیشرفت حاصل شده است در حالی مذاکرات سه وزیران امور خارجه ایران و آمریکا به همراه هماهنگ کننده کشورهای پنج به علاوه یک در عمان برگزار می شود که کمتر از دو هفته به پایان زربل تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای باقی مانده است در همین حال علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع نظام در پاسخ پرسشی در خصوص مذاکرات سهجانبه جانبه عمان گفته است تا آنجا که مربوط به جمهوری اسلامی ایران می شود ما به مذاکرات و مبنایی که از ابتدا اعلام کرده بودیم پایبند هستیم و گفتگوها توسط مذاکره کننده ما به ریاست ظریف و در چارچوب خط مشی که توسط مقام رهبری تدوین شده است پیش میرود همچنین آنها روش و هدفهای مشخصی دارند و در همین راستا گام بر می دارند. به گفته از پرونده هسته ایران زیر نظر بازرسان آژانس پیگیری می شود و به همین دلیل ما از حق خود در رابطه با فوردو، عراک، نتنز، تعداد سانتریفیوژها یا میزان قنیسازی کوتاه نخواهیم آمد. همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان حتی نشان تندروها برای تیم مذاکره کننده ایران افزایش یافته است عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران این مذاکرات را کلیدی خوانده است همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در عمان گروهی از محافظه‌کاران تندرو و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران با انتشار دو بیانیه و یک نامه به دولت حسن روحانی درباره این مذاکرات هشدار دادند کمیته سیانت از منافع ایران که از سوی سپاه پاسداران راه اندازی شده روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرده در وزارت امور خارجه اتفاقات ناگواری در حال رخ دادن است. این کمیته با هوشتا نسبت به مخفی کاری ها در رابطه با مذاکرات ای از نمایندگان خواسته نسبت به اتفاقات ناگواری که در این زمینه در حال رخ دادن است بی توجه نباشند. دویست نماینده مجلس هم روز گذشته با انتشار بیانیه ای از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواستند از حقوق هسته‌ای نظام عقب نشینی نکنند. در این بیانیه بر ضرورت ادامه فعالیت های حستی، محدودیت بازرسی ها و ضرورت رفع کامل تحریم های بین علیه جمهوری اسلامی تاکید شده است. صد مسئول بسیج دانشجویی نیز با انتشار نامی خطاب به حسن روحانی به وی هشدار دادند در صورت رعایت نشدن خطوط قرمز ایران در توافق جامع از مجلس خواهند خواست تکلیف دولت یازدهم را روشن کند. در این نامه خطاب به روحانی نوشته شده که تیم مذاکره کننده هسته باید نه موضوع مهم را در توافق جامعه در نظر داشته باشد. مسئولان بسیج دانشجوی افزودن که این نه موضوع مورد مطالبه رهبر جمهوری اسلامی است و تیم مذاکره کننده نباید از این خطوط قرمز نهگانه عبور کند. این بیانیه در واقع تهدید تلویحی حسن روحانی از سوی سپاه پاسداران درباره احتمال طرح عدم کفایت سیاسی وی در مجلس در صورت عقب نشینی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی محسوب می شود. این هشدارها همزمان با نخستین دور دیدار ظریف و کری در مسقط به دولت روحانی داده شده که بیمها و امیدها درباره به نتیجه رسیدن این مذاکرات همچنان بر قوت خود باقی است شماری از تحلیلگران معتقدند اگر مذاکرات مسقط به سرانجام نرسد ایران و گروه پنج به علاوه یک نیست تا قبل از سوم آذر به توافق جامع دست پیدا نخواهند کرد در همین خصوص عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در مصاحبه با سایت خامنه ای گفتگوهای جاری در مسقط پایتخت عمان را از مقاطع کلیدی مذاکرات دانست و گفت اگر بعضی از گره های موجود در مسقط باز شود میتوان خوشبین بود مصاحبه اختصاصی سایت خامنه ای با یک مقام دولتی اقدام کم سابقه ای محسوب می شود. این سایت همزمان با انتشار این مصاحبه با تیتر روایتی از نقش رهبر انقلاب در مذاکرات هسته‌ای پوستری را به زبان انگلیسی توییت کرده که موضوع آن حمایت بخش‌های مختلف جامعه ایران از مذاکره کنندگان اتمی ایران است. عباس عراخشی در بخشی از گفتگوی خود از حمایت و ملاتفت خامنه ای نسبت به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران تشکر کرده و این روی کرد را رو دلگرم کننده دانسته است. وی با تأکید بر اینکه رهبر ایران برای سربازان و فرماندهان خود در خط مقدم یک محدوده اختیاراتی برای حرکت و منرف قائل می شود گفته است، اینکه کسانی با اغراض خاص مطرح می کنند که واو به واو مذاکرات با ایشان چک می شود و یا از طرف دیگر برخی ادعا می کنند که ایشان در جریان مذاکرات قرار ندارند هر دو اشتباه است. آقای عراقچی افسوده است ایشان هر جا تشخیص دادند که برای تاثیرگذاری بر روند مذاکرات لازم است وارد عرصه شوند وارد شدند و اتفاقا در نتایج مذاکرات تاثیرگذار هم بوده است وی به عنوان نمونه اظهارات آقای خامنه ای در مورد نیاز ایران به 190 هزار سو ظرفیت قنیسازی اورانیوم را موجب افزایش قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان ایران دانسته است مذاکرات مسقط همچنین معین خواهد کرد که ایران و پنج به علاوه یک باید در زمان باقی مانده همچنان درباره توافق جامع مذاکره کنند یا باید وقت خود را صرف تدوین یک توافق موقت جدید و تمدید مذاکرات نمایند اگر ظریف و کری نتوانند درباره جدول زمانی تعلیق لغو تحریم ها و ظرفیت قنیسازی به توافق برسند باید مذاکرات درباره توافق جامعه را شکست خورده به حساب آورد. در حالی که مذاکرات ایران با آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا در مسقط در جریان است، رسانه‌های فرانسوی دیدگاه های مختلفی پیرامون این مذاکرات ارائه کردند. از جمله یک تحلیلگر فرانسوی که گمانه های مختلفی را در این خصوص مطرح کرده در پی پاسخ به دو پرسش کلیدی است چرا پرونده هسته ای ایران مهم است و آیا شانس توافق میان جمهوری اسلامی و قدرت جهانی وجود دارد یا خیر محمد رزا شاید خبرنگار ما از پاریس گزارش میدهد در حالی که روز یکشنبه آقای لاوروف بعد از ملاقات با آقای جانکری و در ارتباط با گفتگوهای پنج به یک با جمهوری اسلامی ایران در مورد پرونده هسته ایران اظهار خوشنودی کرد رسانه های فرانسه دیدگاه های مختلفی را ارائه دادن و در جمع اونها یکی از کاملترین تحلیل ها رو شاید باید متوجه هانری گرشون تحلیلگر رادیوی اروپا دونست در ابتدا روزنامه و مجری این برنامه

به بازی با ضوابط بین المللی درآورده است. ده سال است که حق سودگیری از انرژی سولامیز را ایران یادآور می شود و در عین حال تلاش برای دستیابی به بوم را تکسیب می کند و این در حالی که شواهد محکوز و محکمی وجود دارد مانند کشف روزافزون پایگاه های مخفی اتمی تجمع بیشتر و بیشتر دانشمندان اتمی و یا ممانعت و عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی همان آژانسی که نامش را ژاندارم و ناظر مسائل بین المللی گذاشتند در اینجا روزنامه‌نگار می‌پرسد که خب می‌توانند ایرانی‌ها بگویند چرا هند و پاکستان بمب اتمی داشته باشد و ما نداشته باشیم پاسخ آقای گرشون رو گوش کنید C'est de dire, pourquoi pas nous, puisque d'autres pays ont la bombe, comme l'Inde, le Pakistan, par exemple, pourquoi est-ce que ça serait plus dangereux dans le cas de l'Iran Parce que ça risquerait de bouleverser entièrement l'équilibre du Proche et du Moyen-Orient, une région qui est... خواسته هایشان دست به عملیات مشابه خواهند زد میدانید که جنگ سنی و شیعه هم وجود دارد و یک بمب برای ایران که نوعی خود رو رهبر شیعیان میداند آن وقت یک بمب سنی در مصر در ترکیه و یا عربستان سعودی و مهمتر برخلاف جنگ سرد هنوز این اطمینان وجود ندارد که کشورهای دیگر از بمب استفاده نکنند و آن وقت وسعت خطر را می توانید مجسم کنید در اینجا روزنامه‌نگار رادیوی اروپا میپرسد که آیا فکر می کنید که موافقت هایی در دسترس هست آقای گرشون میگوید که میدانید که این گفتگوها هم تخصصی است هم تکنیکی و هم محرمانه C'est difficile à dire. Ce sont des discussions très complexes, très techniques et surtout très secrètes, avec aussi pas mal d'intoxication de part et d'autre. Il y a quelques jours, le chef des négociateurs américains, elle s'appelle Wendy Sherman. از واندی دی شرمن مذاکره کننده امریکایی این گفتگوها پرسیدند که شما که گفته بودید پیشرفت تعجب برانگیزی به دست آمده این پیشرفت چیست؟ و او به جای پاسخ گفت که مذاکرات مثل قارچ می در تاریکی بهتر و بیشتر رشد می‌کند. الان جدا از تحریم‌ها، مسئله تعداد سانتریفوژ ها هم مطرح است. چرا که غرب می گوید بایستی به جای بیست هزار سانتریفیوژی که ایران دارد تعداد آنها را به چهار هزار کاهش داد و همینطور مواد سوختی راکتورهایی رو که انرژی سول آمیز رو تأمین میکنن توسط روسیه تأمین بشه. بر برحال هانری گرشون عقیده دارد که با جنگ در سوریه و عراق وضعیت ایدئال هیچ کدوم از مذاکره کنندگان و یا جمهوری اسلامی ایران نیست و جمله کوتاه و نتیجه گیری و این است که باید آخرین شانس رو هرچه زودتر به شانس تحویل داد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی جدید شورای نگهبان نقش در حوادث سال 88 را یکی از موارد خط قرمز برای تایید صلاحیت نامزدها در انتخابات آینده دانسته و گفته توبه از حوادث سال 88 برای نمایندگی مجلس کافی نیست به گفته وی خط قرمز شورای نگهبان شامل کسانی خواهد شد که امنیت کشور را به خطر انداختند و نظام را به سمت بحران‌های خطرناکی سوق دادند سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرده توبه می تواند در بازگرداندن حیثیت یک شخص موثر باشد اما در پذیرفتن امانت بزرگ شاید کافی نباشد و افسوده کسی که به ویژگی های ذاتی جمهوری اسلامی اعتقاد ندارد نباید وارد پروسه انتخابات شود قنچه قوامی پس از 129 روز بازداشت موقت در بند دو الف زندان اوین به زندان قرچک در اطراف شهر ری منتقل شد. خانم قوامی از روز چهارشنبه به مدت سه روز در سلول انفرادی نگهداری شده و پس از ملاقات با مادرش به یکی از بندهای این زندان منتقل شده است. این در حالی است که پس از انقضای قرار موقت 60 روزه دوم هنوز قرار بازداشت جدیدی برای خانم قوامی صادر نشده است زندان قرچک محل نگهداری بیش از 1200 زندانی زن با اتهاماتی از قبیل قتل، دستی مسلحانه و قاچاق مواد مخدر است در همین حال رؤسای فدراسیون والیبال دویست کشور با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار آزادی قنچه قوامی شدند فدراسیون بین المللی والیبال نیز در اعتراض به حبس قنچه قوامی در نامه به فدراسیون والیبال ایران میزبانی رقابت های قهرمانی نوجوانان جهان در سال 2015 را پس گرفت و آرژانتین را به عنوان میزبان این مسابقات معرفی کرد. یکی از مسئولین فدراسیون جهانی والیبال گفته تا زمانی که زنان نتوانند در ورزشگاه های ایران حاضر شوند میزبانی جدیدی به ایران داده نخواهد شد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی را متهم کرد که از امکانات این دانشگاه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و 88 استفاده کرده و در سال 84 با استفاده از امکانات عمومی به نفع اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای این دانشگاه ستاده انتخاباتی تشکیل داده است. یاسر هاشمی رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی هدف از این گزارش را انحراف افکار عمومی از گزارش وزارت علوم درباره پرسیه های غیرقانونی دولت پیشین دانسته همچنین با تصویب دو بند جدید طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از سوی مجلس شورای اسلامی نیروهای سازمان بسیج موظف شدند که فقط در حد تذکر شفایی امر به معروف و نهی از منکر کنند بیشتر مجید انصاری معاون رئیس جمهوری ایران در امور مجلس گفته بود طرح امر به معروف و نهی از با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد رضا اکرمی درباره تحرکات اخیر محمود احمدی نژاد برای تماس با شخصیت های سیاسی اصلاح طلب گفته رئیس جمهور سابق را در طول دوران ریاستش بر قوه مجریه فردی قانون شکن، حرمت شکن و خودرای می دانستم. به با بیان اینکه احمدی نژاد اکنون نیز در حال ادامه این تحرکات است گفته به اندازه کافی در مجلس هشتم شورای اسلامی از حضور وی زجر کشیدم و هنوز هم با این کارهایش از وی زجر میکشیم اخیرا تلاشهایی از سوی محمود احمدی نژاد به منظور برقراری ارتباط با چهره های شاخص جریان اصلاح طلب از جمله دیدار با حسن خمینی صورت گرفته است سید حسن رسولی عضو بنیاد بران گفته آقای احمدی نژاد از چهره شاخص اصلاح طلب درخواست کرده تا در انتخابات آینده در لیست انتخاباتی وی قرار گیرند با پایان دوران ریاست عزت الله زرقامی بر صدا و سیما رهبر جمهوری اسلامی طی حکمی محمد سرفراز را به ریاست این سازمان منصوب کرد اتحادیه اروپا در مارس 2013 نام محمد سرفراز را به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم ها قرار داده بود. محمد سارفراز یکی از مدیران قدیمی سازمان صدا و سیمای ایران طی حکم از سوی خامنه به سمت ریاست این سازمان انتخاب شد. سرافراز 53 ساله در راهاندازی شبکه انگلیسی زبان پرستیوی و شبکه عربی زبان العالم که از رسانه های رسمی برون مرزی جمهوری اسلامی نقش مستقیم داشته است. دوره دوم پنج ساله معمولیت عزت الله زرقامی به عنوان رئیس صدا و سیما به پایان رسید و سرافراز به جای او سکان هدایت این سازمان مهم را در دست خواهد گرفت. سرافرازی که از مدیران است که مسئولیت معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما را بر عهده دارد. آی فیلم شبکه تلویزیونی تحت مدیریت صدا و سیما که به نمایش 24 ساعته فیلم می پردازد تحت مدیریت محمد سرفراز افتتاح شد. شبکه اسپانیایی زبان هیسپیان نیز با نقش مستقیم او کار خود را آغاز کرد. علی خامنه ای در متن پیام خود با تقدیر از زحمات زرقامی ابراز امیدواری کرده که محمد سرفراز بتواند با مدیریت خود بر این سازمان در گسترش دین، اخلاق و امید و ترویج زندگی اسلامی ایرانی بکوشد. علی خامنه ای همچنین با صدور حکمی عزت الله زرقامی را به عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی منصوب کرد. عزت الله زرقامی هم در تمجید از رئیس جدید سازمان صدا و سیما گفته که محمد سرفراز در جریان حوادث سال 88 خوش درخشیده است. در پی گسترش فهرست اتحادیه اروپا در رابطه با افراد تحریم شده ایرانی که در دوازده مارس 2013 به تصویب وزیران خارجه اتحادیه اروپا رسید، نه نفر به جمع تحریم شدگان افزوده شدند. بدین گونه در آن زمان شمار متهمان به نقض حقوق بشر در لیست تحریم اتحادیه اروپا به 87 نفر رسید. در این فهرست نام محمد سرفراز به عنوان مدیر بخش برون صدا و سیما و رئیس پرستیوی شبکه تلویزیونی برون جمهوری اسلامی نیز به چشم می‌خورد. در آن زمان محمد سرفراز به اتهام همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پخش اعترافهای تلویزیونی دستگیر شدگان معترض به نتایج رسمی اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته بود محمد سرفراز دکترای خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه بیروت گرفته است و رسانه های داخل ایران گزارش می دهند که به زبان انگلیسی و عربی تسلط دارد. یکی از برادرهای او در حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 کشته شد و برادر دیگر او در دوران جنگ ایران و عراق جان خود را از دست داد. سرافراز که از مدیران این سازمان است که گرایش سیاسی مشخصی ندارد و عضو هیچ یک از احزاب کشور نیست. برخی تحلیلگران این ویژگی او را عاملی مثبت می‌دانند که می‌تواند رابطه پرچالش دولت یازدهم با سازمان صدا و سیما را بهبود بخشد. برخی دیگر این ویژگی او را عامل ضعف وی می‌دانند. دوره ده ساله ریاست عزت الله زرقامی بر سازمان صدا و سیما با انتقادهای فراوانی از سوی برخی چهره دولتی چه در دولت محمود احمدی نژاد و چه در دولت حسن روحانی همراه بود. دولت روحانی این سازمان و مدیریت آن را متهم می کند که با جانبداری نسبت به این دولت عمل می کند. محمد سرفراز پنجمین مدیر این سازمان در سالهای بعد از انقلاب اسلامی محسوب می شود. پیش از این عزت الله زرقامی، علی لاریجانی، محمد حاشمی و صادق قطبزاده ریاست سازمان صدا و سیما را عهدهدار بودند که یکی از کلیدی ترین نهادهای ایران محسوب می شود. اکثر شرکت کنندگان در رفراندوم نمودین به استقلال کاتالونیا از اسپانیا رأی مثبت دادند. بر اساس کل آرای شمرده شده، 80 درصد رأی دهندگان خواستار جدایی کاتالونیا از اسپانیا شدند. آرتور مس رئیس دولت محلی کاتالونیا نتیجه رفراندوم را یک موفقیت کامل توصیف کرده است. دولت مرکزی اسپانیا که مخالف برگزاری رفراندوم بود میگوید نتیجه رأیگیری تاثیری در سیاست های این کشور نخواهد داشت. بحران اقتصادی اسپانیا باعث حمایت بیشتر کاتالان ها از استقلال این منطقه شده است. جشن 25 مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین و پایان جنگ سرد روز یکشنبه در پایتخت آلمان برپا شد. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در این مراسم با قرار دادن شاخه گلی در بقایای این دیوار، با یاد افرادی که برای فرار به بخش غربی کشته شدند را گرامی داشت. دیوار برلین در سال 1961 برای جلوگیری از مهاجرت ساکنین برلین شرقی به برلین غربی توسط آلمان شرقی بنا شد و به مدت 28 سال پابرجا ماند. فرو ریختن این دیوار در پی های سال 1989 صورت گرفت که جرب از بین رفتن بلوک شرق شد. نهاد ناظر بر حقوق بشر سوری مستقر در لندن از حمله ارتش سوریه با بمب‌های بشکه‌ای به منطقه الباب خبر داده است. کنشگران این نهاد می‌گویند 21 نفر در جریان حمله به این منطقه در شمال حلب جان خود را از دست دادند. بمب‌های بشکه‌ای حاوی مهمات و بروده آهن و تکه های تیز فلزی هستند که انگام اصابت به زمین منفجر شده و به شعاع وسیع آسیب می‌رسانند. حلب از کانون‌های مرکزی نبرد در جنگ داخلی سوریه و از مناطق تحت تسلط داعش است. شورشیان سوری در حلب هم از سوی نیروهای دولت اسلامی و هم از طرف نیروهای دولتی تحت محاصره و فشار قرار دارند. گفته میشود بکر بغدادی خلیفه خودخوانده دولت اسلامی به دنبال حملات هوایی آمریکا به یک کاروان سران ارشد داعش در عراق زخمی شده است برخی نیز احتمال کشته شدن وی را مطرح کردند دولت عراق گفته صحت این خبر را بررسی میکند ابو محمد ادنانی سخنگوی رسمی داعش متنی را توییت کرده که ظاهرا از زخمی شدن ابو بکر بغدادی رهبر گروه داعش حکایت دارد. انتشار این توییت در شرایطی صورت گرفته که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا خبر داده بود روز جمعه هفتم نوامبر جنگنده های ائتلاف ضد داعش کاروانی از ده خودروی رهبران داعش را در شمال عراق بمباران کردند. آمریکایی ها در این حال اعلام کرده بودند که نمی تایید کنند که آیا رهبر داعش هم در محل حضور داشته یا نه. پیش از اطلاعیه آمریکا شبکه خبری العربیه درباره حمله دیگر به رهبران دولت اسلامی در حوالی شهر قائم در نزدیکی مرز شرقی عراق گزارش داده بود و اینکه خبرهایی از صدم دیدن ابوبکر بغدادی در محل بمباران رسیده است مطابق اطلاعیه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا محل بمباران رهبران داعش در نزدیکی موسل در شمال عراق بوده که حدود 270 کیلومتر با محلی که قبلا اعلام شده بود ابوبکر بغدادی در آنجا صدم دیده فاصله داشته است. به دنبال انتشار خبر العربیه در مورد زخمی شدن ابوبکر بغدادی خبرگزاری رویترز از قول دو شاهد در محل حادثه گزارش داده که در این بمباران خانه ای هدف قرار گرفته که رهبران ارشد داعش در آن جلسه داشتند شاهدان محلی گفتند نیروهای داعش یک بیمارستان را برای مداوای رهبران زخمی شده تخلیه کرده و با بلنگو در کوچه و خیابان از مردم خواسته بودند که برای نجات جان زخمی ها خون اهدا کنند. به گزارش همین خبرگزاری اهالی منطقه گفته بودند که شایعاتی را درباره کشته شدن رهبر گروه دولت اسلامی و معاونش شنیدند در همین حال دولت عراق روز یکشنبه نهم نوامبر اعلام کرد صحت خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی را بررسی و پیگیری خواهد کرد یکی از مسئولان قصالخانه موسل پس از حملات هوایی آمریکا در گفتگو با رویترز گفته است تا کنون پنجاه جنازه شبه نظامیان داعش پس از حملات هوایی به آنها تحویل داده شده است در اودادی دیگر گروه تروریستی داعش طی بیانیه در شبکه اینترنت اعلام کرد یک شهروند بریتانیایی با انفجار انتحاری خود یک افسر ارشد پلیس عراق را کشته است در این بیانیه از دو فرد دیگر به نام های ابو عبدالله ترکستانی و ابو عبدالله ترکی نام برده شده است که هر یک در عملیات انتحاری جداگانه دست داشتند. یک جهادگرای بریتانیایی در اوایل سال جاری میلادی در یک پادکست با عنوان شوی دولت اسلامی مصاحبه ای از خود را منتشر کرده بود. هنوز مشخص نیست که فرد انتحاری همان فرد در پادکست شوی دولت اسلامی بوده است. این جادگرای بریتانیایی در مصاحبهش میگوید اینجا بودن برای ما یک آزادی است آزادی کامل با کلاشینکوف خودم میتوانم هر جا که میخواهم بروم حتی با یک خمپار انداز او ضمن لذت بخش خواندن حضور در میان دولت اسلامی وضعیت را با بازی های کامپیوتری مقایسه می کند و میگوید این خیلی بهتر است بازی است تو همه چیز را میتوانی جلوی چشمانت ببینی و همه چیز واقعی است با این حال مقام های دولت عراق ادعای دولت اسلامی را رد می کنند و می انفجار یک تانکر نفتی باعث کشته شدن سرتیب زمیلی شده است. از آن گذشته سفرد انتحاری در محل بودند که دو نفر از آنها هدفشان را گم کرده بودند. در این میان مقام های ارشد عراقی اعلام کردند که پیش روی های قابل ملاحظه ای در منطقه بایجی داشتند. شاهدان اینی از درگیری های سخت گزارش می دند. یک سرهنگ ارتش عراق میگوید که سربازان از جنوب و غرب وارد این شهر دویست هزار نفری شدند و چهل درصد از شهر را آزاد کردند اما از سوی دیگر وزارت کشور عراق با صدور بیانیه اعلام کرده ابوبکر البقدادی در حمله نیروهای امنیتی این کشور زخمی شده است وزارت کشور عراق با تایید خبر زخمی شدن البغدادی اعلام کرد که وی در حمله گروه های اطلاعاتی زخمی شده است اوقاپای اطلاعاتی یک گروه رزمی وابسته به شاخه امنیتی وزارت کشور عراق است در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است استقرار 1500 نیروی آمریکایی در عراق نشانگر فاز جدیدی در مقابل با داعش است که در آن نیروهای آمریکایی وارد درگیری مستقیم با داعش نخواهند شد به گزارش خبرگزاری فرانسه اوباما به شبکه CBS نیوز آمریکا گفته فاز اول استقرار یک دولت جامع و معتبر در عراق بود که مکنون به انجام رسیده است به افسوده در حال حاضر به جای اینکه تنها برای کاهش شتاب پیشروی داعش تلاش کنیم در موقعیت آغاز حملاتی به این گروه هستیم آقای اوباما تصریح کرده نیروهای آمریکایی وارد درگیری مستقیم با داعش نخواهند شد و عملیات آنها شامل آموزش نیروهای عراقی و برخی از قبایل سنی درگیر با داعش خواهند بود به گفته به محض اینکه آنان برای آغاز حمله به داعش آماده شوند ما از نزدیک آنها را حمایت هوایی خواهیم کرد رئیس جمهوری آمریکا در مورد فرستادن نیروهای بیشتر به عراق گفته است من هیچ وقت این موضوع را به طور کامل رد نمی کنم اما برنامه کنونی کاهش نیروهای نظامی در عراق است چند پیش با که با ما رئیس جمهوری آمریکا خبر از اعزام 1500 نیروی دیگر به عراق داده بود علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیستمین نمایشگاه مطبوعات از ارائه لایحه‌ای به نام سازمان نظام رسانه ای از سوی دولت به مجلس خبر داد به گفته وزیر ارشاد هدف از این نظام نام این است که ضوابط اخلاقی تدوین کند و در اختیار رسانه ها قرار دهد با این قصد که آنها خودشان را پالایش کنند و رابطه مطبوعات با دولت بهبود یابد به نظر می رسد هدف از ارائه این نظام نام اجرای سیاست سپردن سانسور به رسانه هاست سیاستی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نتوانست در مورد کتاب آن را عملی کند محمد رضا فرجی مدیر کل سینمای حرفه‌ای وزارت ارشاد ایران در نامه‌ای به رئیس شورای سنفی اکران خواستار خارج شدن فیلم عصبانی نیستم از دستور اکران شد فیلم سینمایی عصبانی نیستم به کارگردانی رضا دورمیشیان داستان دانشجوی ستاره داری است که از دانشگاه اخراج شده و به دنبال پیدا کردن شغلی مناسب جهت راضی کردن پدر دختر مورد علاقهش برای موافقت با ازدواج آنهاست مجلس و تندروهای ایران به شدت با این فیلم مخالف بودند با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید همراه با همکارانم در گروه خبر شب و روز خوبی را برای شما آرزو میکنم